یه غذای خوشمزه، یه آش خیلی لذیذ پخته از خونه خودشون 20 کیلومتر 15 کیلومتر رفته منزل پارتنرش، از خیابون زنگ زده به پارتنرش برات آش درست کردم بیا ببر. آقا برگشته گفته که من الان شرایطم یه جوری نمیتونم بیام پایین، مامان و بابام مریضن، دارم از اینا نگهداری میکنم. و خانم هرچی اصرار کرده بابا چون تو گفتی مامان بابا مریضن، من یه آش برای مامان بابات پختم، یه غذای خوشمزم برای خودت پختم آوردم، که چی رو ثابت کنه؟ که مثلا خیلی خانومه، چه آشپزی داره، چه هنرمندیه، چقدر به این آقا توجه داره، چقدر حواسش به پارتنرش هست. اما این آقا سنگ روی یخش کرد، اصلا نیومد، نیومد که نیومد که نیومد. اون یکی برای اینکه شوهرش از سر کار میاد شروع میکنه اخم و تخم کردن، این بیشتر اخم و تخم میکنه، این بیشتر باهاش درگیر میشه، داد و فریاد میکنه. آفرین، باری کلا به هر دو این بانوان عزیز و بزرگوار. اون یکی هم میگه چون من با همه اینجوریم، صافم، صادقم، من با هیچ کس شیله پیله ندارم، هر چی که هست و نیست به همسرم میگم. باری کلا به تو. آفرین، دست مریضا بگو، هر چی که دلت میخواد بگو. ببینید بچه ها، سیاست زنانه یعنی چی؟ اصلا سیاست یعنی چی؟ حالا زنانه مردانش نمیخوایم بکنیم، یه بخشش رو من از سیاستهای خانمها بگم، یک بخشش رو از سیاستهای آقایون بگم. ببینید، سیاست یعنی این که شما با استفاده از قدرت تدبیر و عقل و چاره اندیشی رفتارهایی انجام میدی که رابطت قشنگتر میشه و میتونی به اون خواسته های به حق خودت برسی. پس سیاست یعنی پیدا کردن تدبیر، چاره اندیشی و راه های بسیار زیبا که بدون تنش زیاد، بدون درگیری، بدون افزایش اختلاف، ما میتونیم به هدفهای خودمون، به خواسته های خودمون دست پیدا کنیم. پس این فرق میکنه با فریب، با دیسپشن، با اینکه من بخوام شامورتی بازی در بیارم، شالتاق بزنم، دروغ بگم، زیرابی برم، کلک بزنم. نه، من روش هایی رو بلدم که به جای اینکه بر ذهن مردم، بر ذهن همسرم حکومت کنم، بر قلب او حکومت میکنم. چرا؟ چون بیس داستان رو فهمیدم. بیس داستان چیه؟ بیس داستان اینه که راه تسخیر مغز تسخیر قلبه، راه تسخیر ذهن تسخیر دله. این یعنی سیاست، تدبیر. چون شاهراه رو پیدا کردم، شاه کلید اصلی رو پیدا کردم، فهمیدم که از چه راهی میتونم برم تا به هدفم برسم. خب حالا بیاییم سراغ سیاست ها، ببینیم که ما چه سیاست هایی رو به کار ببندیم برای اینکه بتونیم موفق بشیم. ببینید، یکی از سیاست های فوق العاده عالی که من کمتر توی خانم ها دیدم، سیاست انرژی بخشی، شور زندگی و شادابی و شادابی و شادابی و شادمانی و نشاطه. کلن ما میتونیم انسان های کره زمین رو به دو دسته تقسیم کنیم. یک، انسان هایی که شور زندگی دارن. دو،
انسان‌هایی که شور زندگی ندارند، چه مرد چه زن، چه دختر چه پسر، فرقی نمی‌کنه. انسان‌هایی بر قلب و دل و جان شما می‌شینن، حرف شما رو خوب گوش می‌کنن، بهتون احترام بیشتری می‌ذارن، بیشتر حرف شما رو می‌پذیرن، که دارای شور زندگی هستن. چه کسانی شور زندگی دارن؟ اونایی که صبح وقتی چشمشون رو از خواب باز میکنند، اینها شکرگزارن. وقتی شما شکرگزاری، زیبایی ها رو میبینی، خوبی ها رو میبینی، جنبه های مثبت رو میبینی، خب معلومه حالت خوب میشه. پس من چجوری انرژی داشته باشم، شور زندگی داشته باشم؟ وقتی که زیبایی ها و جنبه های مثبت هر چیزی رو میبینم، از کله سحر که چشمم رو باز میکنم، 10 تا 15 تا 20 تا متن نوشتم، اون چیزهایی که خدا به من داده، نعمت های من هستن، چشمم رو که باز میکنم، آها خدایا ممنونم به خاطر این، متشکرم به خاطر این قضیه، سپاسگزارم به خاطر این داستان، تشکر میکنم به خاطر این موضوع، سپاسگزارم، سپاس فراوان دارم به خاطر این نعمت. حالا هر نعمتی که خدا بهت داده، تو شور زندگی پیدا میکنی. من دیدم بعضی از این مراجعان من وقتی تماس میگیرن تصویری، ببین اون لحظه‌ای که دیدار میکنه تصویرش میاد اینجوریه: سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟ خوبین؟ یعنی اصلا با چشماش داره انرژی ساطع میکنه، حال این آدم خوبه. ذات نایافته از هستی بخش، چه تواند که شود هستی بخش؟ تو که خودت افسردهی، دپرسی، همسرت از سر کار میاد، پارتنرت میاد، تو قیافه‌ای حالت بده، به قول قدیمی‌ها بوی قرمه سبزی میدی، عرق ریختی، شور. خیلی از آقایون به ما میگن آقای محمدی بابا من نمیخوام این اینجوری کار کنه تو خونه، من حال خوب اینو میخوام، من روی خوش اینو میخوام، من شادابی و نشاط این آدمو میخوام. و نکته فوق‌العاده مهم این که وقتی یک زنی شاده، اون مرد شادی رو به اسم خودش میزنه. چی میگه تو ذهن خودش؟ میگه چون من مرد با عرضه‌ای بودم یه همچین زنی گرفتم، ببین من چقدر باحالم. یعنی به نام خودش میزنه. پس برعکسش هم هست، وقتی مرد میاد تو خونه میبینه شما غمگینی، همش داری آه و ناله میکنی. اریک برن میگه تو کتاب بازی‌های روانی، میگه در واقع سندروم درد زانو یا زانوی شکسته، یعنی این آدم همش وای پدرم داره در میاد، خیلی امروز واقعا خسته شدم، میدونی ساعت چند از خواب پا شدم، 6 صبح بیدار شدم، بچه‌ها رو بردم مدرسه. خب تو مگه نوکری؟ تو مگه در واقع کلفتی اینجوری داری کار میکنی؟ بعدش هم همش داری آه و ناله میکنی. من نمیخوام بگم کار نکنی، تلاش نکنی، من میخوام اون چربش شور زندگی، شوق زندگی رو بر حالت دشارژ بودن، انرژی نداشتن، حال بد بگم. پس بانوانی که شور زندگی دارن، یعنی مرد که از در میاد تو، این علامت حکم بزرگی از سجده کنید، این پرواز میکنه به سمت مردش، شور زندگی داره، اون نشاط و اون شادابی و اون شوق و اون ذوق رو، اون زندگی و طراوت رو تزریق میکنه به زندگی، تزریق میکنه به مردش. اینجوری حالش خوبه، داره مثلا سیب زمینی سرخ میکنه، اون داره رنگ سیب زمینی رو میبینه که چقدر قشنگه، یعنی تمرکزش روی زیبایی هاست، چه بوی خوبی داره، چه حال خوبی داره میده، این چقدر خوب سرخ شده، به اندازه سرخ شده، و اگر
خودش و بچه ها و همسرش بخورن چه کیفی میکنن. یعنی دائما تمرکزش روی اون جنبه های خوب و مثبت داستانه، به خاطر همین اونجوری انرژی داره، شاده، شادابه، داره میزنه، میرخصه، وقتی داره سیب زمینی درست میکنه، وقتی داره خونه جارو میکنه، وقتی داره لباسا رو تا میکنه، تو لباس شی میریزه، آهنگ میخونه، اونجا کیه کیه، پشت دیوار کیه، سایش رو من میبینم، یعنی داره آواز میخونه، آهنگ میخونه، نه اینکه ادا در... اشکالی نداره شما اولش ادا در بیارید، هیچ اشکالی نداره شما اولش ادا در بیارید، ولی آنچنان با شور و شوق کار میکنید، به جای اینکه حالا اون خانه بی سیاست چی میگه؟ از صبح بلند شدم مثل ایکس دارم کار میکنم اینجا، کیه که هم کیه که قدر تو بدونه، دارم کلفتی میکنم تو این خونه، از صبح انگار من نوکرشونم، اونا میریزم من جمع میکنم، اونا میپاشن من جمع میکنم. بابا خودت خودتو نوکر کردی، خودت خودتو کلفت کردی، اصلا دید تو، اون مایندست تو غلطه، این مایندست رو باید عوض کنی. پس آدم هایی که شور زندگی دارن، از صبح که بلند میشن با حال خوب بلند میشن، وقتی میخوان به پارتنرشون پیام بدن شلول پیام نمیده، بعد میگه آی دکتر چرا این مثلا با من حالش خوب نیست، با مثلا اشرف حالش خوبه ولی با من حالش خوب نیست. برای اینکه اشرف یه کاری میکنه که در مغز این آدم دوپامین ترشح میشه. دوپامین چه هورمونیه؟ هورمون لذته؟ نه، دوپامین هورمون انتظار لذته. یعنی فرد انتظار داره که الان بخوام پیام اینو باز کنم، یک دنیا انرژی، شادابی، نشاط، حرفای نو، جدید، تازه، کلیپای قشنگ، آهنگای خوب، این حال میده، این حس خوب میده به آدم. پس از ریزالت، نتیجه، زمانی که حالتون بده سعی کنید زنگ نزنید، پیام ندید، شروع نکنید قرار بذارید بیرون برید مکالمه کنید، سعی کنید اون موقعی که حالتون بده اول حال خودتون رو خوب کنید، بعدن پیام بدید. نمیخوام بگم رابطه رو کات کنید، من میگم حال خودتو خوب کن، نه اینکه رابطه رو بزن به ترکون. پس داستان اینه که ما دو دسته انسان داریم، انسانهایی که شور زندگی دارن، انسانهایی که شور زندگی ندارن، و ما تو تست 16 عاملی کتل این رو قشنگ میسنجیم. و توی ارتباط اگر این آدم هیجان نداره، دل مرده است، شور زندگی داره، نداره، شور زندگی نداره، بهش توصیه میکنیم که عزیز من تو باید یه کمی این شور زندگی رو، این طراوت و این تازگی و این شادابی رو در خودت تقویت کنی، تا وقتی به دیگران میرسی حال خوب به اونها بدی، وقتی سلام میکنی از درک وارد میشی یک دنیا انرژی بیاد. مالزی بودیم، خیلی جالب بود بچه ها. توی مالزی بچه ها قرار بود که برن استقبال یکی از دوستان، قرار بود از یک کشور دیگه بیاد، بچه همه واسطاده بودن، خب هواپیما می کمی تاخیر داشت، همه دماغ حالشون بد، واسطاده بودن. سحر اومد، سحر یکی از بچه ها بود که شور زندگی داشت، وقتی اومد اینجوری کرد، بچه ها چرا واسطادید؟ چرا نشستید؟ بلند شید بابا، پاشید. بچه ها بودن چیه؟ چطور؟ چه اینجوری میکنی؟ خب واسطیم دیگه، بسه مثلا اسخر الان میاد دیگه. گفت نه بابا اسخر میاد چیه؟ پاشید یا آهنگ دست جمعی بخونیم، تمرین کنیم. یه دید یه پسر اون طرف داره با گیتارش میره دوید. آقا ببخشید تو رو خود، میشه اون گیتارتون رو 5 دقیقه با ما بدی یه ذره تمرین کنیم؟ آقا گیتار رو گرفت، یه آهنگ دست جمعی با هم دیگه خوندن و یه شوری، یه هیجانی به اون جمع داد که اون دوست ما هم وقتی اومد این صحنه رو دید کیف کرد. چی بود؟ داستان این بود که سحر شور زندگی داشت. بعضی ها شور زندگی دارن، وقتی مهمون میاد خونشون، مهمون میرن، وقتی حتی میرن مطب دکتر حرف میزنن با اعتماد به نفس، با قدرت،
قشنگ قوی وقتی میخواد سوال بپرسه و نمیتونه، آقا ببخشید این مثلا چکاتون چنده؟ نه محکم حرف بزن، با قدرت حرف بزن، با شور و نشاط زندگی، با انرژی، با طراوت، اونجوری صحبت کن. بعد ببین پارتنر چطوری عاشقت میشه، چطوری دیوونه تو میشه. ما نمیخوایم بگیم آنورمال بشی، ما نمیخوایم بگیم غیر عادی رفتار بکنی، نه من میخوام بگم که اون انرژی زنانه رو که بهش میگیم آفرودیت در خودتون تقویت کنید. اینا رو توی بسته آموزشی زن کامل قسمت آفرودیت قشنگ توضیح دادم چطوری میتونی این آفرودیتت رو از 0 به 10 برسونی. و وقتی که وارد ارتباط بشی اون مرد عاشق تو میشه، دیوونه تو میشه. چرا؟ به این دلایلی که بهتون میگم. پس اولین چیزی که شما باید دقت بکنید اون شور زندگیه، طراوت، تازگی. زنانی که شور زندگی دارن اینها مردها عاشقشون میشن. حالا بعضی از خانم‌ها هستن با شوهر خودشون شور زندگی ندارن، مثلا توی خونه پیش شوهرش نشسته، این خاک بر سر ها بعد سرش موبایله، همش کار میکنه. بعد یا مثلا مامانش رو میبینه، داداشش رو میبینه، شور زندگی پیدا میکنه. خب معلومه این مرد از تو زده میشه. یه برو ببینیم بابا، چطور وقتی مثلا خواهرتو میبینی، برادرتو میبینی، مادرتو میبینی، این همه حیات دوست تو میبینی، اینقدر قشنگ حرف میزنی، نفسم، عشقم، اصلم، گل من، زیبای من، گل خوشبو، دوست دارم، با دوست دارم سلام علیک میکنی، با دوست دارم خداحافظی میکنی. بعد به عشقت که میرسه آرد گرفتی دهنه، به قولی بوهت الذی کفر اصلا حرف نمیزنی، دور از جون هممون، همتون لالمونی گرفته. وقتی رسیده به عشقش لالمونی گرفته. ولی به غریبه که میرسه سلام، احوال شما، حالتون چطوره، خوبین؟ خب این شور و این نشاط رو با عشقت بده. بعد یه اشتباهی که خیلی از این خانوما میکنن اینه که یه جوری انگار مثلا از بچگی گفتن خیلی لیلی به لالای مرد نزار، یا خیلی قربون صدقش نر، یا پررو میشه، زشته. آدم با مرد اینجوری، بابا این عشقته، این حلالته، این نفسته، این جونته، این عمرته، این همه کسته، این دین و دنیاته، بابا با این باید اینجوری حرف بزنی، با این باید این شور زندگی رو بدی. نه اینکه برسی به مامان و بابات اونجوری شور زندگی، رسیدی به عشق پارتنرت شدی یه آدم بدبخت، ذلیل، خاک بر سر، انگار از زیر ترلی کشیدنش بیرون، لتوپار، متلاشی، از رینگ بوکس درش آوردن، 10 تا فصل کتک خورده. پس ما اولین سیاست زنانه که میتونه مرد رو عاشق و دلباخته شما کنه شور زندگیه. وقتی شما شور زندگی دارید وکبلریت زیاد میشه، ذخیره لغاتت زیاد میشه، تعداد کلماتی که بلدی زیاد میشه، بعد شکارچی کلمات زیبا میشی. یعنی کلمات و جملات زیبا این برون بر میبینی، بلا فاصله اونو میگیری. وقتی طرف میگه یه لحظه منتظر باشید، میگی با کمال میل، نمیگی باشه، شل حرف نمیزنی، کلمات زیبا جدید یاد میگیری. بنابراین وقتی که اینجوری شور زندگی داری، شما میبینی که استعدادها، تواناییهات شکوفا میشه. من اینا رو نمیگم بچه ها که شما اینها رو فقط به خاطر عشقت، پارتنرت، دوست پسرت، نامزدت، همسرت انجام بدین، نه، من اینا رو به شما میگم برای اینکه خودتون شکوفا بشید، خودتون از زندگی لذت ببرید. خب اون سحر تو فرودگاه چیکار کرد؟ اون آقایی که وقتی وارد منزل میشه همسرش بلند میشه، جونم، امیدم، عشقم اومد، نور زندگیم اومد، این خوبه؟ یا نه تو بشینی مثل بدبخت و خاک بر سرا، مثلا اون اومده سلام، اومدی؟ خب نگاه کن،
اصلا سر تا پای این آدم دلمردگی و ضعف و فلاکت و بدبختی میباره. پس حالا برای اینکه اون شور زندگی رو پیدا بکنید چه کارا باید بکنید بچه ها؟ یک، این لایو حتما سیف کنید. نمیخواستم سیفش کنم، خدایی گفتم اینو نگه دارم برای کسانی که واقعا قدر اینها رو میدونم نشون بدم، ولی دلم نمیاد. برای هر کسی که فکر میکنید که واقعا شور زندگی نداره بفرستید براش، یاد بگیرید که شور زندگی داشته باشید. راه و روشش هم دارم بهتون میگم. یک، ستایشگری، شکرگزاری، دیدن خوبی ها، دیدن زیبایی ها، پذیرش پارتنرتون، پذیرش نامزدتون، همسرتون. بابا این آدم را همون جوری که هست بپذیرید. همین پستی که یک ساعت پیش گذاشتم، پذیرش، این پذیرش رو ببینید، به هزاران نفر بدید و یاد بدید که پذیرش یعنی چی. شما وقتی پذیرش دارید، اکسپتنس، اونجاست که حالتون خوب میشه، شور زندگی دارید. وقتی پذیرش نداری همش ضعفای پارتنرتو میبینی. چرا دیر اومد؟ چرا لباساش کثیفه؟ چرا کمربندش کجه؟ چرا اصلاح نرفته؟ چرا اینجوری بلند بلند حرف میزنه؟ چرا همش با دوستاشه؟ چرا همش عصبانیه؟ چرا میای خونه اخمت تو همه؟ همش چرا 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 چرا؟ هی سرزنش، توبیخ، بس. بعد اونم که مرد دیگه. خوب دقت کنید، اینجا فوق‌العاده مهمه بچه‌ها، بسیار بسیار مهمه. این تیکه‌ای که دارم میگم، هر قسمتیش رو ندیدید، این قسمتش رو با جان و دل گوش کنید. گوش کنید ببینید بهتون چی میگم. ببینید، وقتی که شما با مرد تند حرف میزنید به هر دلیلی، آقا اون تند حرف میزنه، تو میای موشک جواب موشک میکنی، ما بهش میگیم اسکلیشن. اسکلیشن یعنی چی؟ یعنی افزایش تدریجی. یعنی اون میگه که مثلا برای چی در اونجوری میبندی؟ برای چی جوابات انداختی اینجا؟ شما برمیگردی میگی که، یا شما به اون میگی برای چی جوابات انداختی اونجا؟ اونم میگه که به تو چه ربطی داره؟ یعنی چی من چه ربطی داره؟ دو ساعت این خونه رو تمیز کردم، اومدی در عرض دو دقیقه همه چی رو به هم ریختم که ریختم، حالا چی شده مگه؟ ببین، به این میگن اسکلیشن. یعنی چی؟ یعنی یه دونه شما میگی، اون صداشو یه ذره میبره بالاتر، شما صداتو یه ذره از اون بیشتر میبری بالا، اونم یه ذره بیشتر میبره بالا. چه اتفاقی میفته؟ اسکلیشن رخ میده. یعنی کار به مشاجره و جنجال و درگیری حتی فیزیکی کشیده میشه. دو سه ساعت قبل با دو تا عزیز بزرگوار، با دو تا خواهر صحبت میکردم، با برادرشون دست و یخه میشدن، برادر دست میزنش و گلوی این خواهر بزن بزن که در حد مرگ همدیگر رو میزدن. خب چی بودین؟ اسکلیشنه بابا. میگم این برادر ننه مرده دور از جون وقتی میاد خونه جنبه مثبت نداره، ویژگی مثبت نداره، ویژگی خوب نداره، میگه نه من میخوام ادبش کنم. آقا دست از ادب کردن بردار، تو رو قرآن دست از ادب کردن آدمها، تربیت کردن آدمها بردار. نمیخواد آدمها رو تربیت کنی، بذار اون آدم همون جوری که هست باشه. من اگر میخواستم همسرمو ادب کنم، تا به الان هزار بار جدا شده بودم، طلاق گرفته بودم، طلاق داده بودم. نه، من اون رو همون جوری که هست میپذیرم، با جنبه های خوب و مثبتش حال میکنم و تمام تأکید و تمرکز و توجه هم میذارم روی چی؟ روی اون خوبی هاش، روی اون جنبه های مثبتش. بعد ببین چجور زندگیتون رونق میگیره، چجور حالتون خوب میشه. بچه ها امشب دارم بزرگترین راز جهان هستی رو بهتون میگم. بزرگترین راز جهان هستی چیه بچه ها؟ بزرگترین راز جهان هستی توجه و تمرکز به خوبی ها و زیبایی ها و جنبه های مثبت خودتون و دیگرانه. این بزرگترین راز جهان هستیه.
وقتی با یکی روبرو میشی تمام تمرکزت خوبی ها و زیبایی های اون آدم باشه، تمام توجهت خوبی ها و زیبایی های اون باشه و پیام های خوب بده به توی ذهنت که این خوبه، این دوست داشتنیه، این عاشق منه، این منو دوست داره، من خوبم، من جذابم، من این زیبایی ها رو دارم، هیکلم اینه، قدم اینه، تیپم اینه، چشمام اینجوریه، اخلاقم خوبه. دائما خوبی ها و زیبایی های خودت و دائما خوبی ها و زیبایی های اون طرف رو ببین. مطمئن باش اون مردی که 24 ساعت قهر میکنه، اون مردی که 24 ساعت خشنه، اون مردی که 24 ساعت دیوونه بازی در میاره، همین مردم مطیع و رام شما میشه وقتی که شما تمرکزتون روی زیبایی هاست. اینو بگم برای تنوع، خیلی جالبه که یکی از بچه ها دیت کرده بود با یه آقا پسری دختر خانومی، خیلی جالب بود، گفتش که من اولش که اینو دیدم عکسشو دیده بودم توی مثلا این اپای دیتینگ دوستیابی، ولی وقتی که از روبرو دیدمش، رو در رو حضور دیدم، دیدم این موهاش چقدر باحاله. همون لحظه اول دیدم خب این خانم شور زندگی داره، از همون دخترهایی که وقتی مثلا میاد مشاوره کنه سلام آقای دکتر حال شما، چقدر خوشحالم میبینم، یعنی شور زندگی رو شما میبینی درش. خب ببینید چیز ندید، ببین الان اومده این نوشته که دکتر خسته شدی، نکنید این کارا رو. خسته شدی یعنی چی؟ من دارم به شما از حرفای قشنگ میزنم، ببین خدا قوت استاد خیلی قشنگه، باریکلا، من دارم میگم تقویت کنید، حرفای قشنگ بزنید. دوباره میای اینجا میره تو باقالیا، عزیز من دارم به تو درس زندگی میگم، دارم به تو مهمترین پدیده جهان هستی، مهمترین راز خلقت رو به شما میگم. اون چیه؟ تمرکز بر خوبی ها و زیبایی ها. حالا بزن اینو بگم، این از دستم در نره، خیلی جالبه این قسمت. همین دختر خانمی که میگم دیت کرده بود، خیلی جالب بود، میگفتش که وقتی دیدمش اینو ده موهاش چقدر باحاله. گفتم که از اون لحظه که نشستم یه چیزی ذهنمو مشغول کرده. گفت چی؟ گفتم موهاتون خیلی جالبه. گفت خواهش میکنم، مرسی. بعد هیچی، همون انرژی مثبتی که ما دادیم اون دادم بهش، یک ساعتی که با هم بودیم خیلی خوش گذشت، بعد میخواستیم که خداحافظی کنیم، بهش گفتم که این دختر خانم میگه به این آقا پسر، گفتم که میشه خواهشی کنم؟ گفتش خواهش میکنم بفرمایید. گفتم که میشه یه بار دست بزنم به موهاتون؟ گفت من دست بزنم به موهاتون، ببین جی دست بزنم به موهاتون، وای جان باحال موهاتون، خیلی باحال. وقتی خداحافظی کردم ازش اومدم، اصلا نذاشته بود من برسم، پیام داده بود که چقدر ارتباط با شما قشنگ بود، اصلا شما با همه دخترهای دنیا متفاوتی، اصلا شما با همه دخترهای دنیا فرق میکنی، دلم میخواد هرچی زودتر دوباره ببینمتون. چی بود داستان بچه ها؟ شور زندگی، شوق زندگی. این شوق زندگی، شور زندگی هم اینم بگم بستگی نداره که مثلا ما تو ایران زندگی میکنیم، توی امریکاییم، تو فرانسهیم، تو افغانستانیم، توی اروپاییم، توی مثلا استرالیاییم، آفریقاییم، به خدا به هیچ کدوم اینا رب نداره، چون من ولک آف لایف از همه اخشار مردم دنیا تو همه جای کشور ها. یعنی کشوری نبوده که من با اون فرد تو اون کشور مشاوره نداشته باشم، یعنی حتی ملیت، مثلا من مراجعه فرانسوی دارم، مراجعه آلمانی دارم، مراجعه استرالیایی دارم، مراجعه امریکایی دارم، نه که ایرانی اونجا زندگی مون، نه بابا، امریکاییه، آلمانیه، فرانسویه، مراجعه آلمانی دارم که دل مرده است، مهندس هم هست دل مرده است. فکر نکن اون چون تو اروپا است، نه، شور زندگی بستگی به دیدگاه شما داره. وقتی دیدگاه شما منفیه، اون رمز بزرگ زندگی که بهتون گفتم، وقتی که با پارتنرتون برخورد میکنید
سر تا پا قدمش رو، قد و بالاش رو برید، از خوبیهاش بگید، از کارهای قشنگش بگید، توصیف کنید. برید کانال Life is Beautiful، زندگی زیباست. اونجا تقویت توصیفی رو گفتم، چجوری تقویت کنید، چجوری حس خوب بدید به دیگران. بعد ببینید که چه اتفاق قشنگی میفته توی زندگیتون. خیلی دوست دارم بقیه این مطالب رو بهتون بگم. آها، میخواستم اینو بگم که این نکته رو بگم، بعد اونا بمونه انشاءالله جلسات آینده اگه خدا بخواد براتون میگم، یا اگر تصمیم بگیرم بگم بهتون خواهم گفت، اگر تصمیم بگیرم نگم که نه، حالا به دلایلی ممکنه نگم اون حرفا رو. ولی این نکته رو میخوام بهتون بگم بچه ها، که وقتی با مرد، زن جماعت وقتی با مرد وارد صحبت میشه، نباید موشک جواب موشک کنه، نباید با مرد کل کل کنی، نباید با مرد دهن به دهن کنی. خب وقتی شروع میکنی با مرد تند حرف میزنی، مثلا اون میگه که فرض کن ساعت 8 قرار داشتید، شما ساعت مثلا 8 و 10 دقیقه پارتنرتون اومده، همسرتون، نامزدتون اومده، 10 دقیقه دیر کرده. خب شما شروع میکنی مثلا تند صحبت کردن، الان موقع اومدنه؟ دو ساعت منو کاشتی اینجا؟ چرا نمیفهمی؟ چرا شعور نداری؟ پس کی میخوای متوجه بشی؟ ببین، تو وقتی از اون نقش لطیف و ظریف زنانه خودت خارج میشی و تند حرف میزنی، یا مرد تند حرف میزنه، تو میای تندتر حرف میزنی که مثلا جلوی مرد کم نیاری، اون صداشو میبره بالا، تو بیشتر صداتو میبری بالا که بشونی سر جاش، پر رو نشه. وقتی این حرکت رو میکنی میدونی چه اتفاقی میفته؟ وقتی این حرکت رو میکنی، مرد احساس میکنه که شما دیگه اون دختر کوچولوی ظریف لطیف عروسک خوشگل دلبر و دلربا و طناز نیستی. دیگه تو اون لحظه مرد شما رو یه هیولا میبینه. چرا؟ دلیلش رو روانشناسی تحولی به شما میگه. روانشناسی تحولی چی میگه؟ روانشناسی تحولی میگه که میلیون ها سال مردها هانتر بودن، شکارچی بودن، 10,000 ساله که فارمر شدن، ولی هانتر بودن، شکارچی بودن در ژن مرده، در وجودشه. یعنی وقتی شما اونجوری تند حرف میزنی با مرد، مرد دیگه شما رو اون دختر کوچولوی ناز و لطیف و ظریف نمیبینه. اونجا اون شما رو یه هیولا میبینه، یه خرسی میبینه که میخواد باهاش بجنگه، یه گرگی میبینه، یه شیری میبینه که میخواد باهاش بجنگه. اونجا دیگه غریزشه که تحریک میشه. یعنی این قسمت بهش میگن ساقه مغز، دیگه با آمیگدالا کاری نداره. آمیگدالا مرکز هوش هیجانی و کنترل احساسات و هیجانات شماست. دیگه اونجا آمیگدالا نیستش که شروع میکنه اکتیف شدن، فعالیت کردن. اونجا دیگه دستگاه لیمبیک نیست. دستگاه لیمبیک پشت پیش پیشانی یا بخش فرونتال مغز ماست که کارهای عقلانی رو انجام میده. وقتی شما وارد دانشگاه میشی، وقتی مثلا به فرض ماشین تصادف میکنه، یا مثلا میگی دلار بخرم یا سکه بخرم، عقل معاش داری، مدیریت مالی میکنی، مدیریت علمی میکنی، اینا میشه چی؟ اینا میشه پیش پیشانی، بخش در واقع ذهنی شما، بخش عقلانی یا اینتلیکچوال شما. اما وقتی که با مرد اونجوری حرف میزنی، این قسمت ساقه مغز رو شما تحریک میکنی. ساقه مغز چیه؟ محل اتصال نخاع به مغز. محل اتصال نخاع به مغز رو چی میگن؟ ساقه مغز. ساقه مغز مرکز غرایز بشره. خب ساقه مغز مرکز غرایز ماست.
غرایز ما لحظه ای که شما از نظر جنسی تحریک میشی، لحظه ای که نمیتونی جلوی خودتو نگه داری، مثلا یه غذایی رو نخوری، مشروب نخوری، مواد مصرف نکنی، اونا غرایز شماست. اما اون چیزی که به شما کمک میکنه که شما بتونید کنترل کنید خودتون رو، پیش پیشانی و آمیگدالا، مرکز هوش هیجانیه. حالا وقتی شما اونجوری اولدارم مولدارم میکنی در برابر مرد، مرد ساقه مغزش اکتیو میشه دیگه، اونجا پیش پیشانی اکتیو نمیشه، بخش فرونتال مغزش، در نتیجه با شما در میفته. یعنی شما میگی، اون میگه، با هم درگیر میشید، صداتون میره بالا. مثلا خانمی میگه که آقای دکتر، تو جلسه مشاوره بودیم، زن و شوهر، میگفتش که من تا به حال 12 موبایل از شوهرم شکوندم، سرش تو موبایل بوده، اومدم گفتم که دوباره شروع کردی؟ سرت تو موبایله؟ تو وقتی اونجوری حرف میزنی، خب اونجا مرد دیگه میشه یه جنگجو، اونجا اون خودش میشه یک وحشی، اونجا اون میخواد یه مردی باشه که تو رو بندازه، تو رو مغلوب کنه، تو رو شکست بده. دیگه آدمی نیستش که مثلا بخواد عقلانی فکر بکنه، انسان عاقل باشه. اونجا فقط و فقط به این فکر میکنه که چطور تو رو میتونه مغلوب کنه، چطور تو رو شکست بده. میگه بچرخ تا بچرخیم، میخوای حال من رو گیری، حال تو میگیرم. اون وقت زندگی تبدیل میشه به رینگ بوکس. گرفتید؟ پس یاد گرفتید که چطور از سیاست زنانه استفاده بکنید. یک، با مرد در نمیافتید. دو، پذیرش. سه، تأکید بر زیبایی ها و جنبه های مثبت پارتنرتون. تلاش نکنید که او رو تغییرش بدید. چهار، شور زندگی رو در خودتون تقویت کنید که نه تنها مردتون، بلکه هر انسانی عاشق شما بشه. وقتی که دید شما زیبا میشه، دید شما مثبت میشه، میتونید شور زندگی داشته باشید، میتونید شاد باشید. وقتی ستایشگرید، سپاسگزار هستید، اون وقت شور زندگی خواهید داشت. چرا خدا از بین همه سوره های خودش حمد رو انتخاب کرده؟ این بزرگترین راز جهان هستیه. هر کس گرفت امشب برد. وقتی شما شکرگزارید، زیبایی ها رو میبینید، خوبی ها رو میبینید. به قول پروفسور سمیه میگه شما وقتی یه گل زیبا میبینی، یه بچه‌ای رو میبینی، چقدر مثلا قشنگه، یه بچه‌ای مثلا 1 ساله، 6 ماهه، زبان به ستایش باز میکنی، میگی چقدر خوشگله، چقدر قشنگه، چه گل زیبایی. یا حتی به یه پارچه مخمل دست میزنید، یا مثل اون خانم به موهای پارتنرش دست میزنه، میگی چقدر موهات قشنگه. تو اون لحظه سلولهای بنیادی شما در مغزتون اکتیو میشه، شما دیگه دچار دمانس پیری، دچار زوال عقلی در دوران کهنسالی، حتی در دوران جوانی و میانسالی، حافظتون تقویت میشه، مغزتون تقویت میشه. پس این شد رمز و راز شور زندگی، توجه و تمرکز بر زیبایی ها. Change your focus, change your life. تمرکزتون عوض کنید، زندگیتون عوض خواهد شد. زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بی بازگشت، که از برایش میتوان از جان گذشت. مولانا میگه از یک اندیشه که آید در درون، صد جهان گردد به یک دم سرنگون. سعدی میگه ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، مابقی خود استخوان و ریشه‌ای. ریشه یعنی عصب، مابقی خود استخوان و ریشه‌ای. گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خالی تو هیمه گلخنی. هیمه گلخن چیه؟ هیمه گلخن در حمام‌های قدیم، در تون حمام هیزم میذاشتن و اون کوره آتش میگرفت. سعدی میگه وقتی که تفکرت خاره، وقتی منفیهای آدمها رو میبینی، ضعفهای آدمها رو میبینی، همش قر میزنی، نق میزنی، منفیهای خودت رو میبینی، جنبه های ضعف و ناتوانی خودت رو میبینی،
جنبه های ضعف و منفی خودت رو میبینی تو حالت بد میشه. جرب و بدخاری تو هیم گلخنی، وجود خودت رو به آتش میکشی. پس رمز و راز بزرگ زندگی رو بهتون گفتم. از این به بعد اگر نماز بخونی و در نمازت به قول حافظ در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رب که محراب به فریاد آمد، اگر نماز بخونی ستایشگر خوبی ها نباشی، ستایشگر زیبایی های همسرت، جنبه های مثبت همسرت نباشی، بدون که اون نماز پشیزی ارزش نداره، اصلا خدا اون نماز رو حساب نمی کنه. خدا سیستم داره، خدا قانون داره، بر اساس قانونش عمل میکنه. قانون زندگی رو بهتون گفتم. Change your focus, change your life. زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گفت.